این یه چنلیه به نام وریتاسیون، چنل خیلی معروفیه توی یوتیوب که در واقع در مورد مسائل علمی و اینا صحبت میکنه، و تو این چنل در واقع در مورد بحث این صحبت میکنه که why mosquitoes bite some people more than others، چرا پشه ها بعضی از آدم ها رو بیشتر از بقیه میزنن. و این در واقع این ویدیو اسپانسر شده با یکی از شرکت هایی که کارهای ژنتیکی انجام میده تو آمریکا به نام 23andMe، و حالا بعدا میبینیم که به خاطر مطالعه‌ای بوده، استادی بوده که این شرکت انجام داده. توضیح میده سر این که یکی از ایده‌ها اینه که این قضیه به خاطر ژنتیکه و در واقع ژنتیک آدم ها باعث میشه. پرواز میکنه میره نیومکسیکو با یکی از استادایی که کارش اصلا استادی در واقع پشه هاست و اینکه پشه ها چرا مردم رو نیش میزننه. جالب این که این استاد از خون خودش استفاده میکنه برای اینکه این حشرات رو استادی کنه، یعنی میگه من دلم نمیاد هیچ کدوم از دانشجوهامو برای این کار بذارم، و عملا کارش اینه که دست خودش رو میذاره اون تو که اینا نیش بزنن و خونش رو بمکن تا بتونن در واقع عملا تولید مثل کنن. یعنی این حشرات اولا ماده ها فقط نیش میزنن و بعد از نیش استفاده میکنن برای اینکه بتونن تخم گذاری کنن، از خون آدم استفاده میکنن برای اینکه بتونن تخم گذاری کنن که این تخما در واقع اینا تخمای حشراته، و بعد اینا تبدیل میشن به کرما و این کرما بعد از دوباره تبدیل میشن به حشرات، و این سیکل 2 هفته طول میکشه، یعنی هر 2 هفته یه بار اینا در واقع دوباره تخم گذاری میکنن. و کلن کارش اینه که ببینه به چه آدمایی این حشرات علاقمندن، و یه دستگاهی درست کرده مثل وای که یه در واقع فنی داره، این هوا رو میکشه این تو، به دلیلش اینه که آدم ها دستشون رو میزنن یکی از این سرای وایا و دستشون بوی دست رو این هوای میکشه سمت حشرات، و حشرات متوجه میشن که آهای بوی اومده میرن سمتش، منتها بستگی به این داره بعضی ها میرن اون یکی طرف. حالا مثلا این داره دستش رو عرقی میکنه که بودار بشه و بذاره توی یکی از همین لوله ها و در واقع ببینه که چند تا از این حشرات میان سمت این. خودش میگه که من میدونم که حشرات من زیاد نیش میزنن، حالا میخوان ببینن که آیا این هم نشون میده یا نه. در واقع کاری که اینا میکنن اینه که آدمای مختلف رو میزنن یکی از توی یکی از این سرای وایا، اون سرش چیزی نمیذارن، بعد حشرات یه تعدادی میرن سمت اون بوئه، یه تعدادی نمیرن، بعد آخر سر این دریچه رو میبندن و اون تعداد حشرات رو میشمارن و از رو این یه عددی نسبت میدن به هر کسی که نماینگر این که اون آدم چقدر حشرات جذبش میشن، و اون سیکل اینو نشون میده. این خانم زن همین کسیه که در واقع این یوتیوب چنل رو میگردونه، مجری یوتیوب چنل است، اومده باهاش که داره فیلم میگیره. اینجا نشون میدن که استادی که انجام شده روی یه سری روی 18 تا دوقلوهای همزاد بوده و 19 تا دوقلوهای غیر همزاد، و در واقع این استادی ایده این بوده که ببینن چقدر این ژنتیکیه، این که حشرات به سمت یکی میرن چقدر به ژن اون وابسته است تا به شرایط محیطی باشه، و دلیلش هم و اینجا این اختلاف بین همزاد و غیر همزاده که نشون میده که این چقدر ژنتیکیه، چون اونایی هم که غیر همزادن بالاخره توی محیط بودن، یعنی از نظر محیطی اینا تقریبا برابرن، اما اونایی که همزادن ژنتیکشون عین همه، اونایی که غیر همزادن نیستن، و این نشون داده که اینجوری هست، یعنی به عبارتی اونایی که همزادن خیلی یعنی شبیه همن از جهت اینکه چقدر حشرات رو جذب خودشون میکنن. این استادی بوده که در واقع همین شرکت تونتریانی انجام داده. و حالا اینا بحثی که مطرح میشه اینجا اینه که میگه مثلا حالا من حشرات خیلی بیشتر منو نیش میزنن تا خانومم، ما بیایم این دفعه امتحانی که میکنیم اینه که یه طرف من وایسم یه طرف خانومم وایسه و ببینیم که آیا این آزمایش شما اینم تایید میکنه یا نه، یعنی آیا حشرات بیشتر سمت من میان تا سمت خانومم. این تیپیکال آزمایشی نبوده که این استاد انجام میداده، استاد همیشه از یه آدم استفاده میکرده و یه طرف تا بتونه همه رو مثلا به یه عدد نسبت بده، به همه یکسان نسبت بده. حالا این هر دوشون میان دستشون رو عرقه میکنن میذارن توی این
و در واقع فنه میچرخه و بعد نگاه میکنم ببینم چقدر از حشرات میان به سمت مرده و چقدر میرن به سمت زنه. و خب آزمایششون رو تایید میکنه، نشون میده که اونایی که میرن به سمت مرده تعدادشون بیشتره از اونایی که میرن به سمت زنه، و این در واقع نماینده اینه که اون چیزی که اینا در زندگیشون هم دیدن که مثلا مرده خیلی بیشتر حشرات نشش میزنن اینجا تایید میشه. بعد کاری دیگه ای که میکنن اینه که اوکی، میان و میگن خب ما بیایم حالا تست ژنتیکی بدیم، بزاق دهنشون رو میفرستن برای شرکت 23andMe. در واقع تو استادی که این شرکت انجام داده نشون داده شده که در واقع یه سری ژنای خاصی هستن که اسوسییشن دارن با اینکه حشرات جذب آدم میشن، و اینا هم این تست رو میدن ببینن تو این ژنای خاص، تو این میوتیشن های خاص، یعنی میوتیشن هایی که مثلا یه در واقع A تبدیل به G یا C تبدیل به T میشه، آیا اونا هم یعنی تایید میکنه این میوتیشن ها این که مرد بیشتر حشرات نیشش میزنن یا نه، و که نشون میده که تایید هم میکنه. یعنی از 6 تا میوتیشن 3 تاش که مثل هم بوده این دو نفر، یعنی در واقع اون 3 تای دیگه است که نشون میده مرده در واقع بیشتر حشرات جذبش میشن تا زن. و خب جالبه دیگه، نشون میده که کاملا یه چیز ژنتیکی. و بعد بحث این پیش میاد که اصلا خب چرا یه همچین استادی اینقدر مهمه، و اهمیت اصلیش اینه که در واقع حشرات بیش از هر چیز دیگه‌ای باعث مرگ و میر آدم ها بودن، بیش از جنگ، بیش از هر عامل دیگه، بای فار بیش از هر عامل دیگه بیش از... و این خب خیلی یعنی در واقع و جالب اینه که مثلا یه چیز کاملا ریولوشن، یه چیز کاملا تکاملی هم بوده، طوری که وقتی در واقع ویروس مالاریا وارد بدن آدم میشه اصلا کلن استراکچر بدن رو طوری تغییر میده که اون کمیکالایی که حشرات جذبش میشن آدم اون کمیکالا رو بیشتر ترشح میکنه و بیشتر حشرات میان سراغش و نیشش میزنن. چرا؟ چون با نیش زدن حشرات اون ویروس منتقل میشه و در واقع ما فقط تبدیل شدیم به یک وسیله برای انتقال در واقع این حشرات برای انتقال این ویروس مالاریا. و این حسابی که این استادی مهمیه که ما بدونیم چه عاملهایی باعث جذب حشرات میشن، و این اگه این استادی رو درست استفاده کنیم میتونیم در واقع کلی از مرگ و میرایی که از ناشی از مثلا چیزایی مثل مالاریا یا حشرات مشابهش هستن جلوگیری کنیم. مرسی.